هر آنچه که باید از بازی It Takes Two بدانیم. بازی It Takes Two ساخته جدید جوزف فارس، خالق بازی‌هایی مثل A Way Out، Brothers، A Tale of Two Sons. همونطور که احتمالاً حد زدین و از اسمش هم برمیاد، It Takes Two یه بازی بر اساس همکاری دو نفر است. این بازی به جای فرار دو زندانی یا ماجرای دو برادر در مورد داستان یه طلاقه. با این قسمت آپارات گیم شو همراه باشید تا همه چیزایی که باید رو در مورد It Takes Two بدونیم. بازی رو کی میسازه؟ بازی It Takes Two رو استودیوی سوئدی هیز لایت ساخته که سال 2014 توسط جوزف فارس تأسیس شد. این استودیو بیشتر به خاطر ساخت بازی‌های کوآپ شهرت داره که آخرینشون A Way Out بود. هدف اصلی این استودیو ساخت بازی‌های داستان محوره که المان کوآپ توی اونا درخشانه. بازی جدید این استودیو یعنی It Takes Two همون روندی رو ادامه میده که بازی‌های قبلی این استودیو داشتن و تحت برنامه EA Originals هم عرضه میشه. داستان در مورد چیه؟ داستان بازی روی موضوعی دست گذاشته که کمتر بازی تا حالا سراغش رفته. طلاق. مسئله ازدواج چیزی نیست که تا حالا بازی‌های ویدیویی به صورت جدی بهش پرداخته باشن. اما حالا یه بازی داره میاد که در مورد داستان طلاق یه زوجه. بازی دختر بچه‌ای رو به ما نشون میده که پدر و مادرش در شرف جدایی هستن. دختر که از این قضیه اصلا خوشحال نیست، عروسک پدر و مادرش رو درست میکنه و صبح روز بعد والدینش وارد یه دنیای جدید میشن و حالا فرم عروسک به خودشون گرفتن. برخلاف A Way Out که بیشتر روی تعریف یه ماجرای اکشن پرزد و خورد تمرکز داشت، It Takes Two روند متفاوتی رو به حالت کوآپ داشته. این بازی بیشتر شبیه به پلتفرمرهای سه‌بعدیه و همه چیز توی همکاری دو نفره خلاصه میشه. تا دیر نشده باید بگیم که It Takes Two هم مثل A Way Out فقط به صورت کوآپ دو نفره قابل بازیه و بخش تک نفره نداره. تمام معماها و راه‌های بازی طوری طراحی شدن که هر بازیکن دید متفاوتی به مرحله داره و هر کسی نقش خودش رو توی پیشبرد مرحله بازی میکنه. با اینکه داستان در مورد یه رابطه بزرگسالانه است، اما ظاهر و استایل گرافیکی بازی از تمام بازی‌های قبلی هیز لایت ساده‌تر و کودکانه‌تره و همین از اونا متمایزش می‌کنه. در واقع بازی طوری ساخته شده که هر مخاطبی از هر رده سنی بتونه باهاش ارتباط برقرار کنه. با این حال، به نظر میاد که هیچ بازی تا به حال چنین رویکردی رو نسبت به یه رابطه در حال فروپاشی نداشته و احتمالاً بیشتر آدم‌هایی که با جدایی و طلاق درگیرن میتونن باهاش ارتباط برقرار کنن. گیم پلی. چالش اصلی بازی توی همکاری دو نفر است. توی این بازی همه چیز مثل در و تخته با هم دیگه ست شده. مثلا توی یکی از قسمت‌های بازی یکی از شخصیت‌ها باید یه میخو برداره و یکی دیگه از شخصیت‌ها چکش تا یه قسمت از یه تخت چوب و چکشکاری کنه. از این همکاری‌های دو نفره توی بازی کم نیست و تقریباً تمام پازل‌ها باید به این شکل انجام بشن. تقریباً بزرگترین تفاوت بازی با بازی‌های قبلی استودیو استفاده دو نفره از ابزار هست. البته تو نمایش‌هایی که از بازی منتشر شده همه چیز در مورد پلتفرمینگ نیست. بخش‌هایی از بازی که سکانس‌هایی از کایت سواری دو نفر است حالت اکشن داره تا بازی لحظات هیجان انگیز خودش هم داشته باشه. توی بخش‌های این شکلی یه بازیکن باید کایتو برونه و بازیکن دیگه باید از روی تیربار به هدف‌ها شلیک کنه. تو بخش بعدی از این قسمت بازی کاراکتر خانم با یه موجود دیگه روی کایت درگیر میشه و بازی به حالت یه بازی فایتینگ سه‌بعدی در میاد. به طور کلی به نظر میرسه که بازی از نظر ریتم هیچ مشکلی نداشته باشه و کاملا یه بازی استاندارد به نظر میاد. در نهایت به نظر میاد که ایده یه بازی پلتفرمر کوآپ هم قرار جوابگو باشه. همکاری دو نفره چیزیه که به بازی عمق و صمیمیت بخشیده و کمک کرده تا هر دو بازیکن با همدیگه برای حل کردن معماها و چالش‌های بازی همکاری بیشتری داشته باشن. علاوه بر تمام اینا، یه سری مینی گیم توی بازی طراحی شدن تا بازی حالت یک نواخت و تماماً داستانی به خودش نگیره. این مینی گیم‌ها رو میتونیم با دوستامون بازی کنیم و بعضی از اونا روی سرعت عمل و بعضی دیگه هم روی مسابقه دادن از نقطه A تا نقطه B تمرکز داره. سازنده های بازی با استفاده کردن از المان های کوآپ
تجربه رو ساختن که توی کمتر بازی میشه شبیه به اونو پیدا کرد. از اونجایی که خیلی از کسایی که بازی رو تجربه میکنن به صورت کوآپ آفلاین یا کنار همدیگه به سراغش میرن، حسی که بازی میخواد منتقل کنه رو خیلی بهتر متوجه میشن. البته درست مثل اوی آوت، یه بازیکن با یه بار خرید بازی میتونه اونو به صورت رایگان با دوستش بازی کنه و نیاز به دوبار خرید بازی برای تجربهش با یه دوست به صورت آنلاین نیست. خیلی زمان زیادی نمونده تا ببینیم سفر دو نفره این زوج قراره به کجا برسه. بازی It Takes Two 6 فروردین سال 1400 برای PC، PS4, PS5, Xbox One و Xbox سری X و S منتشر میشه.